إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادراي محترم در كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء اسلام ذکر میکنن که در این کلمه وقتی که یک انسان مسلمان کلمه طیبه را میخوانه ای هفت شرط داره و این لازم است که انسانهای مؤمن این هفت شرط کلمه لا اله الا الله را بفهمن تا ای که تأثیر کلمه در زندگی دنیوی و اخرویشان برشان امو تأثیر کلمه هم برشان حاصل شوه و نتایج از این هم به دست آورده بتانن. شرط اول کلمه لا اله الا الله ایره علما میگن که العلم به معناه الذي تدل عليه. شرط اول کلمه لا اله الا الله ای است که انسان مؤمن باید به معنای کلمه لا اله الا الله علم داشته باشه و علم داشتن به معنای کلمه لا اله الا الله یک فرض اعتقادی هست. یعنی همین قسم که بسیاری امور فرض عملی است که ما و شما او را انجام بدهیم، از نگاه عقیده سر ما فرض است که باید در این علم داشته باشیم. الله متعال در قرآن عظیم الشان در سوره محمد آیت 19 هم الله متعال می فرماید که فعلم انه لا اله الا الله. اینجا فعلم پس اعلم علم داشته باش، اعلم یعنی علم داشته باش، علم حاصل بکن، باید علم هزیره بر از این وقت بیتی تا که لا اله الا الله را معنایش درست بفهمی. پس شرط اول که بالای ما واجب است این علم لا اله الا الله است، شرط اولش. خب آل لا اله الا الله را اگر ما بخواهیم بفهمیم که لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این چی معنا میتن؟ اول کلمه لا در زبان عربی وقتی که میگه لا به معنای نی یا نخیر یا نیست، نفیره. یعنی انسان مسلمان مؤمن اول عقیده خدا از نفی شروع میکنه. نفی چی؟ نفی اله ها، اله 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 در زبان عربی وقتی که استعمال میشه به معنای در لغت به معنای معبود است که انسان مؤمنی را بفهمه که اله وقتی استعمال میشه به معنای معبود است و در اصطلاح برای کس اله میگفتن که دو خصوصیت میداشته باشه. خصوصیت اول ازی که ذات ازی عبادت میشن. هرگاه در عصر جاهلیت و یا در عصر اسلامی کسی را عبادت میکردن او را اله خود میگفتن. عبادت چی است؟ سجده عبادت است. از دیدگاه اسلام سجده عبادت است، رکوع عبادت است، بلند کردن دست دعا عبادت است، ذبح کردن حیوان یا پرنده عبادت است. و ما و شما بسیار زیاد عبادت ها داریم. ما و شما بسیار زیاد عبادت ها داریم که این عبادت ها اول وقتی که میگیم اله کی است؟ اله کسی که مستحق است که او عبادت شود. و خاصیت دوم اله کی است؟ برای کی اله استعمال میکردن؟ کسی که او بر از اینا
احکام شریعت قوانین تعیین میکرد. چی حلال است؟ ارزش ها را. چی حلال است؟ چی حرام است؟ چی خوب است؟ چی زشت است؟ چی حق است؟ چی باطل است؟ چی جایز است؟ چی ناجایز است؟ این چیزها را که تعیین میکنه اله است. انال انسان مسلمان اول باید نفی بکنه. چرا؟ به خاطر که در جامعه نظر به این که مثلا در بین مردم عصر جاهلیت چندین سال ادامه داشت، مردم معبودان مختلفی گرفته بودند، آلهه داشتن، آلهه یک معبود نبود بلکه یک تعداد زیادی از معبودها بودند. از این خاطر انسان مسلمان وقت میخواد که مسلمان باشه و مطابق از این کلمه زندگی کنه، اول باید معبودای باطل چی کنه؟ نفی بکنه. میگه که لا اله نیست هیچ کس مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه، هیچ کسی مستحق از این نیست. اول اینا رو نفی میکنه، بعد از اون میگه الا الله، اله استثناء هست، استثناء هست که در بین این معبودانی که اینا عبادت میکردن، چون در عصر جاهلیت کسایی بودن که عبادت الله را میکردن، کسانی بودن که عبادت جنها را میکردن، کسانی بودن عبادت بتها را میکردن، کسانی بودن که عبادت چیزهای مختلف را میکردن. مثلا در عصر جاهلیت کسایی بودن که تقریبا چند قسم معبودها بود. یک قسم معبودهایی بودن که اینا مثلا نفس خود معبود خود اله خود قرار داده بودن، نفس خود، خواسته های نفسی. بسیاری کسا از قرآن میگه کلمه اله هست که استعمال میکنه، افرعیت من اتخذ الههو. ببین اله، آیا ندیدی کس را که گرفته هست اله خود، هوا، خواسته های نفس خود، هوای خود گرفته، یعنی معبود خود نفس خود گرفته، نفسش برش شریعت تعیین میکنه، نفسش برش حلال تعیین میکنه، نفسش برش حرام تعیین میکنه، نفسش برش خوب و زشت و حق و باطل تعیین میکنه. پس در عصر جاهلیت بعضی کسا نفس خود اله خود گرفته بودن، بعضی کسای دیگی بودن که آبا و پدرای خود معبود خود گرفته بودن، کسای دیگی بودن. از این خاطر عمر رضی الله تعالی عنه میگه که امیر عثمان اسلام میگه یکی پی دیگه از بین رفته، میره تارهای اسلام، تارهای ریسمان اسلام، این تارها گسسته میشن، از بین میرن. وقتی که یک انسان میخوای اسلام بفهمه، جاهلیت نفهمه، باید جاهلیت بفهمی که در جاهلیت چی مشکلاتی وجود داشت. یک مشکل عصر جاهلیت که او رو به نام عصر جاهلیت، آیا در عصر جاهلیت یهودیا نبودن؟ کتاب یهودیا نبود؟ امی کتاب تحریف شده تورات نبود؟ بلی وجود داشت. آیا نصرانی ها نبودن؟ بلی وجود داشتن. بنان هر کدام از اینا معبود غلطی برای خود اختیار کرده بودن. الله کل از اینا را در قرآن، امی معبودان جاهلیت کلش در قرآن عظیم شان میگه که یک تعداد از اونا پدران خود معبودهای خود قرار داده بودند. الله میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که بر ازنا گفته میشد که شما مطابقت بکنین از ما انزل الله، از آنچه که الله نازل کرده، مردمای جاهلیت چی میگفتن؟ قالو میگفتن بل نتبعو، بلکه ما مطابقت میکنیم، ما وجدنا علیه آباءنا، آنچه را که ما یافتیم که در بالای از او پدرهای ما بودن. در آیت دیگه میگه ما بل نتبع و ما الفینا، الفت گرفتیم، عادت گرفتیم، رواج گرفتیم، از کی؟ از پدران و نیاکان ما. پس اینا زشت چی است؟ آنچه که از پدرهای ما آمده. حق چی است؟ آنچه که پدرهای ما گفته. باطل چی است؟ آنچه که پدرهای ما گفته. خوب چی است؟ آنچه که پدرهای ما گفته. خراب چی است؟ آنچه که پدرای ما گفتن. الله میگه که این مردم ها که هستن، اینا کی هستن یا چی هستن؟ وقتی برشان میفتن که اتبعوا ما انزل الله، شما مطابقت بکنین از کتاب الله و از سنت رسول الله. الله چی نازل کرده؟ الله قرآن نازل کرده، الله سنت نازل کرده، وحی جلی قرآن، وحی خفی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
پس اینجا اناله یک تعداد مردم پدرهای خود معبودان خود گرفته بودن، یک تعداد کسای دیگه بودن که نفس خود معبود خود گرفته بودن. افرائیت من اتخذ اله و هوا، در کل از ما آیات قرآن داریم که الله بر ما معرفی میکنند. یک تعداد علمای درباری شکم پرستی که به ضد شریعتی که داداشتن، شریعت موسی و عیسی علیه السلام، به ضد از اونا فتوا میدادن. کی بودن؟ میگه که الله متعال میگه که اتخذو گرفتن احبارهم، احبار یعنی حبر. حبر چی رو میگفتن؟ حبر عالم هم میگفتن، عالمی که خوب همتا چاق و کتمی بود و خوب از شکم خود فتوا میداد و دوستی کفر ترجیح میداد، آنچه که در اسلام بود او را رد میکرد. متوجه هستین؟ جهاد میگفت حرام است، دوستی با کفار میگفت حلال است. این گفت با درر عصر میباشد. اونا همینه می تحریف کردن که شریعت موسی علیه السلام و تحریف کردن آیات تورات. پس الله میگه اونا چی کردن؟ آنها که حلال الله را حرام کردن، حرام الله را حلال کردن، اینا پیروی از اونمو احبار ملاهای درباری خود کردن. الله میگه اونا را ارباب گرفتن. ارباب چی است؟ ارباب جمع رب است، معبود خود قرار دادن. و یک تعداد دیگه چهارم قسم سعی کنیم، یک تعداد مردم نفس خدا گرفته بودن، افرایت من اتخذ اله و هوا، یک تعداد مردم دیگه رواجهای خدا گرفته بودن، عادات و فرهنگ، آن چیزی که از قوم خود ماندن، ای دو، یک تعداد مردم احبار گرفته بودن، علمای درباری را که اونا حلال و حرام میکردن، حرام حلال میکردن. در پیش رسول الله صلی الله علیه و آله آیت شریف تلاوت کرد، میگه یک صحابی مبارک که عدی بن حاتم نام داشت، عدی بن حاتم پیش رسول الله صلی الله علیه و آله ششته بود و قبلا این نصرانی بود، کریستیان بود، و می انجیل یا باور داشت، مسلمان شد. وقتی رسول الله می آیت خوان، ای بر رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله شما ای آیت قرآن خواندین، الله میگه که اینا علما و راهبای خدا معبودان خود گرفتن، ما این کار را نمی کردیم. ما مثلا همو عالم ما یا شخصیت ما یا راهب ما، تارک دنیا کسی یا فادر یا مادر یا پاپ یا کشیش یا نگه پای که داشتن، می گفتن ما یارا عبادتش را نمی کردیم. او عدی بن حاتم چون نو مسلمان شده بود و فکر میکرد که اگر شما برای کس رکوع و سجده کنین امی تنها عبادت است، در حالی که عبادت در اسلامی نیست. عبادت وقتی که قانون کس را بالای تطبیق میکنی، او را در حقیقت معبودت قرار دادی از دیدگاه اسلام. پس رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که وقتی اونا حلال الله را حرام میکردن و حرام الله را حلال میکردن، یعنی ضد شریعت الهی قانون میساختن، شما از اونا پیروی میکردین؟ عدی بن حاتم گفت بله این کار را میکردین. گفت این معنای از این است که شما اونا را ربتان گرفتین. یعنی دو خصوصیت است، اگر برش سجده کردی هم ربت گرفتیش، و اگر قانونی که ضد شریعت الله هست ایره هم تطبیق کردی، پذیرفتی از این شخص، او را ربت گرفتی. پس یک تعداد مردم احبار خدا گرفته بودن. آله هم مثلا شما ببینید با گذشت زمان این گپات تکرار میشه، چون رسول الله هم گفته که در امت ما پس هم امو کارهایی که یهود و نصارا و اینا کردن، ولو که در غار یک مار هم داخل شده باشه شما هم داخل میشین. اونا علمای درباری خود پیروی کردن، شما هم میکنین. حالا بسیاری وقتا شما سئل کنین، بسیاری کسا رو وقتی که دلیل برش بگی، بگو آیت قرآن تو میگه، میگه فلانی شیخ ثابت میگه. خب قرآن تو میگه. نه ما صاحب چطور هستیم؟ بعضی کسای دیگه میگن نه گپا چیزی که از پدرای ما مانده، ما از این پدرای خود هیچ چی نمیکنیم، هیچ ما از گپای پدرای خود تیر نمیشیم، از نیاکای ما چیزی که مانده. بگی آیت قرآن تو میگه، حدیث تو میگه. وای دا وقت از اون آیت نبود، حدیث نبود. متوجه هستین؟ پس اونمو رواجی که رواج ها را گرفته بودن، بعضی ها را نفس خود گرفتن. آدم بسیاری کساست نفسش است، وقتی برش یک چیزی بگی که این حکم الله هست، نفس از او را اجازه نمیده که حکم الله را بالای خود تطبیق بکنه. فورا سرت انتقاد میکنه، فورا اعصابش خراب میشه، فورا تو را افراطی میگه، فورا تو را میگه بسیار زشت سخن میگه. کی ما زشت گفتیم؟ حالا ما خود نگفتیم زشت، این آیت قرآن است، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در این قسمت چی هستی؟ این حالا چون نفس از این معبود خود، افرائیت من اتخذ اله هوا،
پس کس در عصر جاهلیت بعضی ها هوای نفس خود خدای خود گرفته بودن، معبود خود گرفته بودن، بعضی ها رواج های پدرای خود گرفته بودن، این دو قسم. قسم سومش کسایی بودن که اینا علمای درباری، احبار، کسانی که نصوص کتابشان چی میکردن؟ تغییر میدادن، تحریف میکردن، اونا را پیروی میکردن. بعضی کسای دیگه بودن که به نام راهب و راهبه، راهب و راهبه جمعش چی است؟ رهبان است. رهبان کدام مردم ها بودن؟ کسایی که میفتن ما ترک دنیا کردیم. I'm father, I'm mother. همین الان شما در اروپا برین یک تعداد جوان ها را سعی کنید مردا هستن، میگه کی است؟ میگه فادر است. یک تعداد دیگر را سعی کنید دخترا هستن، یا کی است؟ میگه مادر است. این فادر و مادر میگه چی کردین؟ میگه والا ما ترک دنیا کردیم، ما خود مخصوص به کلیسا هستیم، ما چیزی که قوانین نمیجا تطبیق میگیم. باز اینمی فادر، اینمی مادر، اینمی پاپ، اینمی کشیش، اهمیت فعلا تحریف کرده میرن کتاب خدا. مثلا شما اگر در قبل یکی از کلیپایش هم دیدم کلش آن جمع شدن، رهبرای کلیسا و از اروپا و از امریکا و از افریقا کلش آن جمع شدن، یا چی میکنن؟ میگن ما میخواییم که درباره همجنسگرایی بحث بکنیم. در کتابشون گفته کسی که به امرای همجنس ارتباط میگیره بالای زی لعنت است، یعنی حرام است، این از در لعنت رب گرفتار میشه. یا چی میگن؟ میگن ما میخواییم سر از این رای بکنیم. از یا کدن؟ باز راستی دمی نصرانی هم کس من که دیدم نصرانی های امریکای هم بسیار بیدین است، اروپای هم بسیار بیدین است، آسیای هم، افریقای هاش خوب بدن و مدین خود استاد بدن. یک زن خیس برشان گفت که او مردم شما چوری رای گیری نمیکنین؟ در دین خود دموکراسی نیست که شما رای گیری میکنین، شما از دین دموکراسی جور کردین. این در فلانی متن، فلانی متن، فلانی متن، یه چی هسته؟ یه حرام است، ناروا است. ما و شما حق ندارین که بزده چیز کردیم. یک دفعه ای زن که چند نفر بازدگام از کلیسای افریقا وقتی که خیسن مقابل از یا استار شدن، امی برنامه از یا شکست خورد. باز پسان دیگه همین چیز گراها دیگه گریان میکردن که شوی جان، یک مرد ریش سفید، یک مرد ریش سفید دیگه را زن و شوی هستن دیگه. بازو برش میگه آه شوی جان، باز میگه آه وایف جان، آه هاوس بند جان، گریان دارن در بین چیز که ولی همی چسبک چسبانده بودیم خوی نمی افریقای ها چسبک ما را خراب کرد. اگر ما بیخی به نام هوموسکشوالیتی بیخی میخواستن این را از طریق کلیسا چی کنن؟ رسمیت بدن که نمی نفر میتونه که همجنس مرد با مرد، زن با زن چی کنن؟ ازدواج بکنن. یعنی این همی هم تحریف بالفعل در اروپا و امریکا در کتابای خودشان دوام دارن. پس ایناله الله میگه که یک تعداد از اینا معبود خود کی را گرفتن؟ احبار علمای درباری را گرفتن. یک تعدادشان امیر راهب و راهبه را که یا روز ملنگ هستن شو پلنگ، یا کی هستن؟ والا ما ترک دنیا کردیم، ما صاحب چیز نمیخوریم، ما نفس خود کشتیم. یک کسی در افغانستان در پالی مشیشته بود، در سر دسترخان که مشیشته بودیم دیگه بر ما گفت که اینه استاد ما ترک دنیا کردیم، من تو تارک دنیا هستم، نفس ما کشتیم. من خوشحال شدم که تزید سر دسترخان ششم، گفتم میخو ترک دنیا کرد، من گوشت مشت نمیخوره احمق، همی گوشت و خوراک خودم مرا میده. یک وقت سعی کردم که همی نیم غوری را که تو گوشت مشتش خورد، من سعی کردم که تو مزاق کردم، گفتم حالا بازی ما هم تصمیم دارم که ترک دنیا بکنم. ای فامید سر من بیشه گفت پرزن اگو، من گفتم نه ما میخواییم اگه ترک دنیا مانایشی باشه که مثلا وقت حق خودم یک غوری پله و حق خودم بخوری و حق دیگرم بخوری، ترکی گفت من گوشت نمیخورم. اینا دی راهب و راهبه کس باز گزارشات کلیسا باز چی میتن؟ که در فلانی کلیسا و کلیسا باز خوب هم تو لکس روز هستن، روز بسیار خوب آدم هست، باز چی میکنن؟ باز شو یا لیلیه دارن، باز مادرها کت فادرها در لیلیه ها یک جای زندگی میکنن. این حال این شهوت انسان کسی خو در اسلام کست، پیغمبرها رو شما سل کرین اگر دیگرها چهار تا زن کرده پیغمبر 11 زن گرفته، بعض پیغمبرها رو سل کرین 4 زن داره، 5 زن داره، 6 تا داره، 7 تا دارن. چرا پیغمبرها کلشان ازدواج میکردن؟ به خاطر این غرایز جنسی. این کسایی که میگن من نفس ما شکستاندیم دروغ میگن، نفس نمشکنه، نفس تا وقتی که این غریزه در وجودت است، این غریزه رو مجبور هستی که چی کنی؟ اشباع بکنی. اگر از طریق مشروع نکردی باز دروغ پیشری، مردم میگی خوب آدم هستم، در پشت سر چی هسته؟ باز میره امو غرایز جنسی خود اشباع میگه. از خواهد اسلام میگه این دروغ است. رسول اسلام میگه که ان نکاح هم من سنتی، نکاح چی است؟ سنت ما هست، ما اینه نکاح کردیم، امت ما باید نکاح بکنم. در قرآن از دو تا شروع شده گفته، اگر خوب آدم هستی دو تا زن بگی، خب مثنا و ثلاثه سه تا بگی و رباع چهار تا بگی. فهمیدی؟
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا. باز اگه مثل موارد ضعیف بودی، عدالت کردن نمیتونستی، خانه نداشتی، لباس نداشتی، توانایی جسمی نداشتی، فواحدتا باز یک تا بگیسی. چون سنت پیغمبران نکاح هست. پس ایناله وقتی که پاپ و کشیش چی میکنن؟ وقتی که اینا نکاح حلال نمیکنن، آله بر نکاح به عادات حرام خود چجور میکنن؟ مجبور است نصوص کتاب چی کنن؟ تغییر بتن، تحریف بیارن، باز او رو تحریفات میکنن. پس الله متعال ببین شرط کلمه لا اله الا الله علم داشته باشی چی است؟ اول میگی لا اله، سکو پنج قسم شد. یک تعداد نفس خود معبود خود گرفت، خواسته های نفس خود تطبیق میکنن. یک تعداد احبار علمای درباری دین فروش شکم پرست هستن، اونا را پیروی میکردن. یک تعداد از راهب و راهب و رهبان اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، از یا پیروی میکردن. یک تعداد دیگه هستن که نفس، احبار، رهبان، چهارم قسمش چی بود؟ رواجها بود. و یک تعداد دیگه از اینا بت پرستی میکردن، بتها و مجسمه ها و قبرها را پرستی. ایناله علم در کلمه لا اله الا الله چی است؟ اول نفی کنی، بگی لا اله، نیست هیچ کس مستحق این که ذاتش عبادت شوه و قانون شریعتش تطبیق شوه. ذات عبادتش نفی کردی و قانون شریعتش تطبیق شوه الا الله، بغیر از کی؟ الله. این حال در اسلام این است که هم دا کلم هم دا، هم دموکرات هستم هم مسلمان هستم. ات شده نمید. دموکراسی چی است؟ حکومت نفس توسط نفس برای نفس. افرائیت من اتخذ الهه هوا. در دموکراسی میشینه همین شراب چطور چیز است؟ مادام فلانی جان تو بگو، وکیل صاحب تو بگو، سروکیل صاحب تو بگو، شراب بسیار خوب چیز است. خلاص دلم که این کارتایتانه، فورا در هندوستان بری پارلمان شراب چی کرده؟ حلال کرده. معبودشان چی است؟ پارلمان است. این حالا از نگاه دموکراسی چی است؟ از نگاه دموکراسی قانون مردم جور میکنه. اما در اسلام لا اله، نیست هیچ کس مستحق این که ذاتش چی شوه؟ عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه. کل قانون رد میکنی، سوسیالیسم و کمونیسم و داروینیسم و دموکراسی و این کلش رد میکنی. لا اله، این کسانی که میخوان خود جاگزین معبود بسازن، اینا رو کلشون باید نفیه بکنی. باز بگی الا الله، بغیر از الله. ای بخش اول لا اله الا الله، علم لا اله الا الله. بخش دومش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی معنی محمد رسول الله؟ یعنی عبادت ذات الله را و اطاعت از شریعت الله را به طریقی کی میکنی؟ به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر اهل طریقت هستی، اهل طریقت هستی، پس رهبر طریقت تو، پیر طریقت تو کی باید باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است که این پیغمبری که تزکیه داشت، یزکیکم. این پیغمبر برای چی آمده بود؟ برای چی آمده بود که شما را تزکیه بکنه، تزکیه اعتقادی بکنه، تزکیه اخلاقی بکنه، قلب تو را تزکیه بکنه، دست تو را تزکیه بکنه، زبان تو را تزکیه بکنه، چشم تو را تزکیه بکنه، گوش تو را تزکیه بکنه. و یزکی کن، پس تزکیه کار رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یعلمکم الکتاب، ای پیغمبر تزکیه توسط چی میکرد؟ با تعلیم دادن چی است؟ الکتاب و القرآن و الحکمت و السنه. پس ایناله کلمه لا اله الا الله میگه که تو باید اقسم اسوید و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. به خاطر وقتی انسان مسلمان کلمه میخونه لا اله الا الله محمد رسول الله، یک نفر کافر میشه،
یک نفر کافر است، میخوای مسلمان شو، برای شما میگه که من کافر بودم، برای من گفتین بخوان لا اله الا الله. چی معنا میده لا اله الا الله؟ خلاصه شه برای من بگو که من بفهمم. برش میگه که آله که تو کلمه میخوانی لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله ای است که تو در مقابل خالق متعال برای الله سه تعهد میکنی، برای الله سه تعهد میکنی. تعهد اول در کلمه لا، علم لا اله الا الله هست. ما بسیاری وقتا بعضی دوستا هستن که لا اله الا الله را از مادر خود یاد گرفته، یا از پدر خود یاد گرفته، یا از پدر کلان خود یاد گرفته، اما لا اله الا الله را هم درست خوانده نمیتونه. در حالی که بگی لا اله، اینجا مد بکو، لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. این خواندن کلمه لا اله الا الله، اول مد، اول نفیه، اول فمن یکفر بالطاغوت، باید به طواغیت کافر شوی. طاغوت کی است؟ طاغوت کسی است که میخواد قانون ضد شریعت الله بسازه. پس اول باید به کافر شوی. حال بسیاری کس هست کلمه را نمیفهمن، معنایش را نمیفهمن، میگه من هم مسلمان هستم هم کمونیست. کسی نمیدونه. یک روز یک کسی آمد میگه والا استاد شما چرا بخیلی؟ میگه چرا؟ من میخوام کمونیست باش، من مسلمان باش. ما گفتم تو میخوای هم زن باشی هم مرد باشی، هم شوی کنی همزن. تو بیچاره دیگه قسم نمیفهمید. یه چه قسمی است؟ مفتم تو نمیشه. کمونیسم وقتی مارکس میگه میگه که دین افیون یا مخدر ملت هاست، دین باید نباشه. پس یک کسی که میخواد که کمونیست باشه، مارکسیست باشه، این باید به هیچ دین گرایش نداشته باشه. نه اسلام، نه یهودیت، نه نصرانیت، نه هندویزم، به هیچ چیز. پس تو چطور میتونی که جمع بکنی بین از اینا؟ و کلمه بر تو میگه که فما یکفر به طاغوت. مسلمان کسی است که اول باید به طاغوت کافر شه. و طاغوت کی است؟ طاغوت کسی است که قانون و اندیشه و فکر میسازه ضد قانون اسلام، ضد شریعت الله، ضد اندیشه توحید، ضد یکتا پرستی. باید به کافر شه. بعد از و یؤمن بالله، اول میگی لا اله، نفی میکنی، کافر میشی با تمام معبودان باطل، باز میگی الا الله، بغیر از الله لا اله، نیستن یا مستحق نیستن. از این خاطر ابو بکر، ابو جهل و ابو لهب وقتی که دیدن، ابو جهل آمد پیش ابو لهب گفت میفهمی که بیادرزادی چی میگه؟ گفت یک گپ بسیار خطرناک میگه. اونا عرب بودن، خوب معنای کلمه را میفهمیدن، معنایش دقیق میفهمیدن، زبانشان است. گفت این میگه که ما و شما 360 دانه اله داریم، 360 تا بت داریم. این آمده برای مردم میگه که بگو که لا اله، یعنی امی 360 بت بشکنان. این 360 بود برای عرب ها، 360 دانه بلند منزل بود، تجارت سرجه پیسه می آمد برشان. دم امروز صندوق ها را مانده بودن، این صندوق مسلم فلانی برش که پیسه برشان می آمد، دیگه می آمد برزو شطر می آمد، گوسفند می آمد، این می آمد. اون اصلا وفی خود میگه که قل معبودهایتان رو وز کنین، خیصا در مقابل کلمه لا اله الا الله استاد شدن. چرا منافعشان در چی بود؟ در خطر. فرعون در مقابل لا اله الا الله استاد شد. چرا موسی علیه السلام میگه بس بگو لا اله الا الله؟ فرعون مشاورین داشت، مشاورین خدا جمع کرد، گفت چی میگه؟ گفت این میگه که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش. فرعون نمیگفت مره بین عبادت بکنید، فرعون میگفت قانونی که من دارم، من ربتان هستم، انا ربکم الاعلا. اگر تو این کار بکنی باز در شریعت موسی علیه السلام بین تو فرعون و بین از غلام و بین از مساوات میشه، کلتان یک چیز میشه. تو میخوایی که مقام ربوبیت تا ایلا بتی بخی که بزد موسی علیه السلام. پس اینا انسان مسلمان وقتی که لا اله الا الله را میگه، سه تعهد با الله میکنه. تعهد اول که یا الله، بغیر از ذات تو، بغیر از ذات تو من هیچ عبادتی را به هیچ کسی دیگی، به هیچ مخلوقی نمیکنم.
این تعهد است. اینا کسانی که علم بلا اله الا الله ندارن، این تعهد است پیششان بسیار مشکله و پیش بسیار عادی هست. الله میگه فصلی لربک، پس نماز بخوان برای الله، برای پروردگارت نماز بخوان. وانحر و ذبح حیوان بکو برای الله. پس فصلی، وقتی که میگه فصلی پس نماز بخوان برای الله، حالا اگر شما یک نفر رو ببینین که پیش روی عرس نماز میخوانن یا زیر پای عرس سجده میکنن، اینو چی میگن؟ چی میگن اینا؟ میگن والا فلانی کافر شد. چرا؟ میگه در مقابل عروس رو بر عروس سجده کرد، سجده خود ایره کافر شد. خب؟ سعیز کافر شد. اما اگر این نفر بخش دوم قرآنه که وانحر از ذبح حیوان پرنده زیر پای عروس مرغ کشت، ایره چی میگه؟ میگه هیچ پروا نداره. نگه پروا نداره، به خاطر که در عقیده افتؤمنون به بعد الكتاب و تکفرون به بعد. الله چی میگن؟ که یهودی ها مشکلشان چی بود؟ به بعض کتاب ایمان داشتن و به بعض دیگه از این چی بودن؟ و تکفرون به بعد، به بعض دیگهش کافر میشد. اگر یک نفر بره پیش بود دست دعا را بلند بکنه، مجسمه بسیار مقبول است، بگه این مجسمه عیسی مسیح است، اگر بره دست دعا را بلند بکنه چی میگن ایره؟ میگه کافر شده. اما اگر این نفر بره برای قبر دست دعا را بلند بکنه و برای زور رکوع سجده بکنه، او را چی میگن؟ میگه بسیار خوب آدم است. چرا؟ ایده فرهنگ از اینا چی شدن؟ دین از پدرها گرفتن. در فرهنگ است اگر اوندو به بت سجده کرد اوندوست، اگر بر قبر سجده کرد سکه است، مشرک است. اما اگر این کار مسلمان کرد، بر قبر سجده کرد و رکوع کرد، با زیر چون رواج پدرها هست، اگر امیل یک اندو در پشت مسجد استاد باشه و ما مسلمان ها نماز بخواهیم، اونا قصه کنن و فکایی بگوین، کلگی برش میگه که بسیار مردم است، یعنی دین ما را توهین کرد، خود به ما را توهین کرد. ها؟ اما اگر مسلمان ها این کار رو بکنن، یک جای مسلمان ها نماز میخوان، قرآن میخوان، آیت قرآن میخوان، خطبه میخوانن، مسلمان وضو نمیکنه، نماز نمیخوانه، حتی قصه میکنه، گپ میزنه، اگر این کار رو اوندو بکنه میگه اوندو کافر است. اگر این کار مسلمان بکنه، باز مسلمان ها میگه این خوب بسیار خوب آدم است. باز سباز که اگر این مرد جنازه شو نخوندی، باز میگه رسا که جنازه مسلمان ها نمیخوانه. حالا ما خیره دیدم که کار کفره میکنه، توهین میکنه به خطبه، تحقیر میکنه به خطبه، توهین میکنه به مقدسات. نام خودم چی میگه؟ مسلمان میگه. کار شیطان میکنی، نامت ولی، کار شیطان و کافر میکنی و نامت ولی ماندی. گر ولی این است لعنت بر ولی. اگر او کسی میگه من مسلمان هستم، احترام مسجد را نمیکنه، احترام خطبه را نمیکنه، احترام قول الله را نمیکنه، لعنت خدا سر از تو مسلمان. باز میگه حالا صاحب اینا افراط میکنن، افراد خود تو میکنی، کافر خود تو میشی که به شعائر الله احترام نداری. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که تعظیم به مسجد میکنه، کسی که تعظیم به خطبه میکنه، کسی که احترام قرآن میکنه، کسی که احترام حدیث میکنه، سوک که دو قرآن احترام کهی، دو خطبه احترام کهی، دو جماعت احترام کهی، دو قال الله احترام کهی، ده مسلمان ده. او سوک که نکهی ده خود دین نه، الله مرتوهی چه ده تقوی نلری، ده ایمان نلری. اگه او افراد کرد، اگر او بیدینی کرد، اگه او به مسجد به احترامی کرد، اگه به قرآن به احترامی کرد، اگه به خطبه به احترامی کرد، بازو میگه من مسلمان هستم. اگه باز برش گفتی که تو مرتد میشی با این کارت، به عزت کردن قرآن و سنت تو را کافر میسازه، تو را از دین میکشه، باز میگه شما افراد کردین. افراد خود تو هستی که در بیدینیت افراد میکنی. از تو که در اوندو شرف داره که اوندو در ماه مبارک رمضان وقتی که مسلمان روزه
نمی داشته باشه، اون دو پیشروی مسلمان نان نمی خوره، اون دو نان نمی خوره. در امسال اون دو پالی مسجد است، وقتی که مسلمان ها خطبه میده اون دو در وقت خطبه از اونا مزاحمت نمی کنه. اون دو در روز قیامت کافر است، تو چی هستی؟ تو از اون بدتر هستی که به احترامی میکنی، نمیفهمی. چه وقت دین نمیفهمیم؟ دین به خاطر از این نمیفهمیم که وقتی که قال الله گفته میشه گوش نمیگیریم، قال الرسول گفته میشه باز اونجا گوش نمیگیریم. اگر ملاهای سعودی بگه که نمازی قسم بخواین باز میگیم وهابی است، پشت سو گپه های سعودی را نگرین. باز اگر بگه جهاد بر ضد امریکایی ها، ملاهای سعودی بگه باز میگه او صحیح سن، این ملاها هستن، علما هستن. چرا؟ افا تؤمنون به بعض الکتاب، به بعض کتاب ایمان دارین و تکفرون به بعض، به بعض دیگهش کافر میشین. فما جزا ما یفعل ذلك، پس جزای کسی که این کار میکنه چی هست؟ الا خزیون فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا الله یار ذلیل میسازه، خوار میسازه، بی‌عزت میسازه، که باز کافر در وطن از حکومت میکنه، کافر باز برش قانون میسازه، کافر باز بر از حق و باطل تعیین میکنه. و در آخرت و یوم القیامت، و این مردم در روز آخرت الله میگه یردون الی اشد العذاب، سختترین عذابی که در جهنم است برای زمین مردم ها داده میشه. منفعت طلب هستن. در جایی که دوستیش که کافر بود باز دوستی کفار ترجیح میده، در جایی که منفعت بین مسلمان ها بود باز خوب مسلمان است. اگر بین مسلمان ها باشه، رهبر مسلمان ها باشه، برش موتر بته، خوب کروزین بته، خوب امکانات بته، باز بسیار خوب مسلمان است، خوب مجاهد است، خوب جهادی هست. اما باز اگر سر مسلمان ها و سر مجاهدین باز کفار بمبارد میکرد، خانش نمیماند، راکت منداخت، بمبای 10,000 کیلوگرم هم انداخت، باز اینجا باز ای منفعتش طرف کفار است. باز اینجا میگه کت کفار، کت بیدین، کت هزی با چیز نیست، با اشغالگر. والله که اگر حق نگویه میمریم برادرای محترم. 50 سال بعد، 1 قرن بعد، همین قرن، قرن ما و شماست، قرن بعدی قرن اولادای ما و شماست، ما و شما یکی ما نیمونیم. مکناتن هم مرد، شاه شجاع هم مرد، وزیر اکبر خان هم مرد. آل وزیر اکبر خان به نام شف خان است افتخار میکنه، اما به نام شاه شجاع شاید اولادایشون باشه خوب پت میکنن. اگر شاید در وقت شاه شجاع هست شعرهایشون رو بخواییم، بعضی شاعرها برای شاه شجاع بسیار خوب شعرها گفتن، در بار چاپلوسا زیاد میباشه. پس لا اله الا الله، کسی که میخواه که زندگی سعادت دنیا و آخرت باش نصیب شود، اول تعهد اول خود با الله میداشته باشه که یا الله، هر مسلمان در مقابل خالق خود تناشیشتین، در اتاق تناشیشتین، باید که الله تعهد بکنی، عهد گرفت الله به شما، این العهد کان عنه مسئوله. یا الله، به غیر از ذات تو به هیچ کسی هیچ عبادت نمی کنم. پس یک ورق بگی چی عبادت است؟ آیا سجده عبادت است؟ یک عالم را پرسان که بگو مولوی صاحب محترم، امی عبادت ها را یک 20 دانه عبادت خبر ما بگو که من یاد داشت کنم. او برد میگه سجده عبادت است، رکوع عبادت است، بلند کردن دست دعا. رسول الله صاحب گفته که الدعا او هو العباده، دعا عبادت است. پس ما دست دعا را به قبر رسول الله بلند نکردیم. ما خودم رفتم تا قبر رسول الله صلی الله علیه و آله، السلام علیک یا رسول الله، برش گفتیم السلام علیک یا رسول الله، سلام دادیم، السلام علیک یا ابوبکر صدیق، السلام علیک یا عمر الفاروق. روی خدا قبر رسول الله صلی الله علیه و آله این طرف بود، قبله این طرف، پشت خدا طرف قبر کردیم، الدعا و هو العباده، دست دعا را به بارگاه الله بلند کردیم.
چرا؟ برای الله تعهد کرده بود یا الله هیچ عبادتی را بغیر از تو به کسی دیگه نمی کنم. ذبح حیوان عبادت است، بله، من زیر پای حاجی ذبح حیوان نمی کنم، مرغ زیر پای عروس نمی کشم، در مقابل قبر و زیارت کسی ذبح حیوان نمی کنم. چرا؟ عبادت است. این تعهد اول ما هست. تعهد دوم است، این علم است بلا اله الا الله. یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کس را نمی پذیرم، نه قانون اروپا را می پذیرم، نه قانون امریکا را، نه قانون افریقا را، نه قانون آسیا را، نه قانونی که پدرهای ما ساختن، نه قانونی که ملاهای درباری شکم پرست می سازن که ضد شریعت تو است، نه قانونی که این مردمای تاریکین دنیایی که به نام رهبان و راهب و بری ای هستن، نه از اینا را که ضد شریعت الله است، و نه چیزی که نفس ما میگه، قانونی که نفس ما خوش داره، لذت هایی چی داره. چون برای تو تعهد کردیم که الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه نمیپذیرم. پس کسی که لا اله الا الله را با علم میفهمه، ولو که گردنش بریده شوه، ولو که کشته شوه، ولو که در زندان ها انداخته شوه، نمیتونه که کمونیسم بپذیره، نمیتونه سوسیالیست شوه، نمیتونه کمونیست شوه، نمیتونه ماتریالیست شوه، نمیتونه دروینست شوه، نمیتونه قوانین دیگران، نمیتونه فلسفه های کفری و الحادی که ضد شریعت الله هست را بپذیره. و تعهد سوم ای است که یا الله طریقی درست و صحیح که بر ما معرفی کردی عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. به کلگی احترام دارم، به تمام مذاهب احترام دارم، تمام علمای بزرگوار از ما که در خوبتر هستن برشان دعا میکنیم، برشان میگیم رحمت الله علیه، لیکن نماز خدا و عبادات خدا کلش به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم، که اینی است علم به کلمه لا اله الا الله، که الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که مطابق لا اله الا الله محمد رسول الله زندگی بکنیم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور.